دوستان عزیز، دوره‌ای رو که ما الان بنا داریم با همدیگه از این به بعد به مدت احتمالاً 6 ماه تا 8 ماه ادامه بدهیم و در خدمت شما باشیم، دوره اقتصاد کلان هست. و اقتصاد کلان یکی از مهمترین منابع و مهمترین دانش‌هایی هست که ما احتیاج داریم برای اینکه بتوانیم در کسب و کار خودمون موفق باشیم، در تحلیل اقتصادی و تحلیل کسب و کار خودمون موفق باشیم. این مسئله رو دقت بفرمایید که علم اقتصاد کلان الان امروزه یکی از موفق‌ترین علم‌های دنیا هست. در گذشته چنین نبوده است. در گذشته علم اقتصاد کلان شاید زمانی بوده که علم اقتصاد کلان ناموفق‌ترین علم بشری شناخته می‌شد. امروزه علم اقتصاد کلان به احتمال خیلی زیاد و به اقرار بسیاری از اندیشمندان موفق ترین علم بشری در ارتقای رفاه جامعه بوده است. پس دقت بفرمایید که این مطالبی رو که ما انشالله بنا داریم خدمت شما ارائه بدهیم، مطالبی هست که آزمون پس داده، امتحان خودش رو پس داده و امیدوارم که در این هدفی که ما داریم انشالله موفق باشیم. دقت بفرمایید که اگر برای بنده مقدور بود و اگر که ما حمایتی از جایی داشتیم، من شاید کلن کلاس رو رایگان برگزار می کردم. اما واقعیت این هست که به نظر نمی رسه که خیلی علم اقتصاد کلان رو در ایران در کشور ما جدی بگیرند متاسفانه. و این هست که ما هم هیچ تقاضایی نکردیم که در واقع نه خط بودجه‌ای داشته باشیم، نه اینکه حمایتی از جایی داشته باشیم. حتی مدرک رو من بنا دارم که اگر که ممکن باشه، حتی شده از یک مؤسسه، شاید از یک مؤسسه خارجی، من بتونم حتی خودمون مؤسسه‌ای رو ثبت کنیم در خارج از کشور و مدرکی سرتیفیکیتری در این زمینه خدمتتون ارائه بدیم. اما هدف اولیه بنده این بوده. ببینید سرتیفیکیت هم اینقدر به درد ما نمیخوره. هدف اولیه بنده این هست که ما بتوانیم به امید خدا علم اقتصاد کلان رو به خوبی خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم. دوستان عزیز دقت بفرمایید، کاری که من دارم انجام میدم در این دوره این هست که شاید برای اولین بار در کشور کتاب‌هایی که در گذشته هم تدریس می‌شده، در دانشکده‌های اقتصاد ما هم ممکن هست تدریس بشود، ولی آخرین ورژن کتاب‌ها رو خدمت شما ارائه میدم، اسلاید‌های دو زبانه خدمت شما ارائه میدم، تمام اسلاید‌های این کتاب‌ها رو ما انشالله ترجمه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که تمام مطالب رو به صورت کافی و وافی، همه مطالبی که در کتاب عنوان شده رو خدمت شما ارائه بدیم. یکی از مشکلاتی که تدریس علم اقتصاد به خصوص اقتصاد کلان در ایران داره این هست که بنا به صلاح دید استاد برخی از مطالب حذف میشه. یعنی مطالبی که در کتاب‌های تکست اومده، بسیارش، نه برخی، بسیاری از این مطالب متاسفانه حذف میشود و این مشکل اساسی است که ما در علم در تدریس علم اقتصاد کلان در ایران داریم. یعنی به طور مشخص من میخوام خدمت شما عرض کنم که منظورم چیست. منظورم دقیقاً این هست که اقتصاد کلان متاسفانه در کشور ما داره به صورت گزینشی متاسفانه تدریس میشود. برنامه‌ای که بنده دارم این هست که اقتصاد کلان رو بر اساس تکست، حتی نظر خودم رو دخالت ندهم، بر اساس تکست، بر اساس اون متنی که بزرگترین اساتید اقتصاد کلان در دنیا نوشتن، بر اساس کتاب‌هایی که در تمام کشورهای دنیا مورد اعتبار هستند، مورد احترام هستند، بدون دخالت نظر خودم اول خدمت شما توضیح بدهم. البته در موارد متعدد احتمالاً بنده خدمت شما آینده پژوهش رو خدمت شما خواهم گفت که مثلا این کتابی که الان شما دارید میبینید سال 2019، ویرایش 2019 هست، این مطلبی که بیان کرده در سطح دانشجوی لیسانس، در سطح دانشجوی کارشناسی یا سطح دانشجوی کارشناسی ارشد، و ما مثلا مطالب پیشرفته تری داریم که در سطح دانشجوی دکترا خواهد بود. پس از گذراندن این دوره ها اتفاقی که خواهد افتاد این هست که به امید خدا شما عزیزان کاملا با تحلیل اقتصاد کلان آشنا خواهید شد. فقط این رو خدمتتون عرض کنم که
البته هدف بنده بیشتر یک هدف ملی هست. من بنا دارم که سطح دانش اقتصاد کلان رو در ایران ارتقا بدهم. این هدف من هست.